دنیای امروز، برنامه ای از دکتر پریسا سائه. سلام میکنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید لحظاتی شاد و دلی آرام داشته باشید. پریسا سائه هستم از تلویزیون اندیشه در لس آنجلس در خدمت شما. امروز برنامه ویژه‌ای برای شما دوستان عزیز تهیه کردیم. همچنان که انتخابات رو دنبال می‌کنیم، امروز خواستیم یک بریک کوتاه بگیریم و در رابطه با بخشی از المنت‌هایی که تو این انتخابات میتونن تاثیرگذار باشن صحبت داشته باشیم. مهمان عزیزی دارم، گلبانوی نازنینی دارم در برنامه که با ایشون در مورد تبعیض نژادی در امریکا به بحث و گفتگو خواهیم نشست. خانم دکتر ساناز الستی، انقدر رزومه ایشون پربار بود که من اصلا حسودیم شد، نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. به حال ایشون در تهران به دنیا میاد، لیسانس و فوق لیسانس خودش رو در رشته حقوق از دانشگاه تهران با رتبه بسیار بالا میگیره و بعد در دانشگاه گلدن گیت سان فرانسیسکو دکتراشون رو میگیرن و بعد در هاروارد فوق دکتراشون رو میگیرن. چندین کتاب نوشتن، کتابای ایشون به عنوان تکسبوک منبع درسی در دانشگاه تهران و در دانشگاه ایالتی تکساس مورد استفاده قرار میگیره. ایشون سخنران ثابته بسیار از کنفرانس های بین المللی در امریکا و اروپا هستند و که از ایشون خواسته میشه به عنوان حقوقدان بحث و گفتگو بکنن. ساناز جون خوش آمدید. بقیه رو خواهش میکنم به من کمک کن، خودت بگو دیگه. بیشتر جون من دکتر سائل گرامی به همه بینندگان عزیز، اول از همه بسیار سپاسگزار هستم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه خوبتون و خب واقعا در برابر بانوی موفقی مثل شما واقعا باید از شما و کارهای فوق‌العاده‌ای که شما کردین گفته بشه تا از من. دست به قول امریکایی That's very sweet of you. این همه رزومه بلند بالا، ماشاءالله به شما دختر. شما مگه چند سالتونه؟ هم جوانید، هم باهوشید، هم پرکارید. 7 تا 8 تا کتاب، اونم نه کتابای سطحی، کتابای بسیار جدی، عمیق، کتابایی که در دانشگاه ها به عنوان منبع درسی قرار میگیره. I'm so proud of you. من بسیار سپاسگزارم از شما. امیدوار هستم که واقعا هر زمانی من دست به قلم میبرم، مقاله‌ای می‌نویسم، کتابی می‌نویسم، امیدوار هستم که واقعا مثمر ثمر باشه و افرادی که در این زمینه فعالیت میکنن در زمینه حقوق کیفری و جرم شناسی بتونن استفاده بکنن. امیدوارم که اینجوری بوده باشه. و حضور در کنفرانس های بسیار بسیار سیگنیفیکنت و برجسته، خب شاید بتونی اونجا صدایی برای جامعه ایرانی هم باشی و یا حتی صدایی برای مظلومان همین جامعه. ما میخوایم امروز در رابطه با در حقیقت تبعیض‌گرایی و تبعیض نژادی و نژادپرستی صحبت بکنیم و دوست دارم که چون رشته مورد علاقت هستش و چون مسئله هستش که امروز طبق آماری که سال گذشته CNN از مردم آمریکا گرفت، بیش از 55% از مردم امریکا دلنگران این تبعیض نژادی هستند و اعتقاد دارن که این مشکل روز به روز رو به افزایش هست. ما خودمون داریم میبینیم اینو در زمینه‌های مختلف نسبت به اقلیت‌های مختلف، چه سیاه‌پوستان، چه اسپانیش‌ها و چه حتی جدیداً نسبت به مسلمانان که بهش میگن اسلامیک فوبیا یا اسلام هراسی. ولی دوست دارم که یک اشاره‌ای بکنیم به طور کلی به تاریخچه این در حقیقت چه بهش باید گفت واقعا کانسپت پدیده شوم منحوس که رد پای بسیار تاریکی در تاریخ امریکا داشته، از همان بدو و ورود اروپاییان به این سرزمین در قرن 17 این در حقیقت نجات پرستی و تبعیض‌گرایی رو ما می‌بینیم در برخوردشون با سرخپوستا و بعد مرحله به مرحله تا زمانی که در حقیقت این قوانینی در حقیقت تصویب میشه که مانع از این تبعیض نژادی و تبعیض‌گرایی میشه. ولی اگرچه این قوانین تصویب شده، اگرچه در کتاب‌ها هست، ولی ما
روح تبعیضگرایی رو هنوز در جامعه میبینیم که داره تمرین و تجربه میشه. دلم میخواد خودت بیشتر توضیح بدید در این زمینه سانا جان. بله خانم دکتر ساید گرامی، شما دقیقا درست مطلب رو آغاز کردید. ما وقتی که میخواییم در مورد تبعیض نژادی در کریمینال جاستس سیستم آمریکا یا نظام عدالت کیفری آمریکا صحبت کنیم، حتما باید به گذشته رجوع کنیم و تاریخ رو بررسی کنیم که ببینیم واقعا این مسئله از کجا میاد و چرا ما با همچین مشکلی در آمریکا دست به گریبان هستیم. خب واقعا در وقت تاریخ آمریکا بررسی میشه، خب در مورد حقوق سرخپوستان، سیاه‌پوستان تبعیض‌های وجود داشته و حتی در اون زمان قوانین مخصوصی بودن، بلک کودز هایی بودن، مجموع قوانینی بودن که سیاه‌پوستان رو به دلایل مختلف مجازات های بیشتری براشون در نظر گرفته میشد. سیاه‌پوستان خب بسیارشون برده بودن در آن زمان و اونهایی هم که برده نبودن حق رأی دادن نداشتن، حق مالکیت ازشون سلب میشد. و این همونطور که شما فرمودین در مورد بقیه اقلیت‌های نژادی هم وجود داشت، در مورد ژاپنی‌ها این مسئله وجود داشت و حتی شاید بینندگان این مورد رو ندونن، در مورد یهودی ها هم تبعیض نژادی وجود داشت، از چه زمانی که 300 سال پیش به خاک آمریکا اومدن با تبعیض مواجه بودن، امکان این که پست‌های دولتی مهم بهشون داده بشه نداشتن، حق مالکیت در برخی موارد در برخی ایالات محدود بود برای یهودی‌ها و حتی وقتی که گروهی از یهودی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم می‌خواستن وارد آمریکا بشن با مشکل مواجه شدن و اجازه ورود اونا به آمریکا داده نشد. ولی خب من فکر میکنم این تاریخ هست و ما به دلیل فعالیت‌هایی که موومنت‌هایی که وجود داشت در طول تاریخ، سیویل رایت موومنت‌هایی که وجود داشت، این دوران رو سپری کردیم و قوانینی در حال حاضر در آمریکا تصویب شدن، قوانینی وجود دارن که مسئله نژاد درشون مطرح نیست و واقعا برابری و آزادی رو به تمام افراد از هر نژادی که باشن، از هر دینی که باشن فراهم میکنه. ولی خب امروز ما بیشتر بررسی میکنیم که ببینیم که واقعا چرا وقتی که قوانین این برابری رو دارن، چرا در عمل ما این مشکل رو داریم. شاید باید نگاه بکنیم به سیستم، در حقیقت به ساختار قضایی و قوانین کیفری. ولی اجازه بده از این مراحل که گذر کردیم من یه مقدار عمیق‌تر در این مورد تاچایی بکنم. ببینید، من وقتی فکر میکنم که چطور امکان این هست که یک انسانی از همه چیزش، همجور که ویکتور فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که وقتی که در کانسنتریشن کمپ بود او رو از همه چیز اوریانش کردن، همه چیز رو ازش گرفتن، نه تنها او بلکه همکیشان او. شما حسابشو بکن، امریکایی مهاجر در قرن 17 میان اینجا، چه بلایی سر این سرخپوستا میان، قتل عام کامل، غارت اموال و اینها رو با زور از اسلحه و زور سرنیزه وادار میکنن که تمام آداب و سنت و باورهای خودشون رو فراموش بکنن و پرکتیز نکنن و تمرین نکنن و اینا رو بل اجبار میفرستن به مدارسی، چون اینا فکر میکردن که کریستیان هستن، از نژاد برتر هستن، چون رنگ پوستشون سفیده، چون نژادشون نمیدونم آنگلو ساکسن هست، چون کریستیان هستن، مسیحی هستن، بقیه آدم ها در حقیقت فرودست هستن. این تفکر اینها بوده در اون زمان و میبایستی که تحت سیطره اونها باشن و هر آنچه که آنها میگوین آنها مثل کنیز و برده رفتار بکنن. و چه بلایایی سر سرخپوستا میارن. اگر که دوستان مایل باشن، من واقعا دوست دارم که جوانهای ما یه مقدار در رابطه با تاریخ دنیا، نه تنها آمریکا، تاریخ دنیا به طور کلی، تاریخ وحشیگری و خشونت در کشورهای مختلف در عصر تاریکی، در
قرن 18، 19، ببینیم که واقعا دنیا چگونه بوده و ما واقعا جز به آدم های خوششانس هستیم که در این قرن با اون مصیبت های عظیم و گسترده که واقعا این آدم ها روبرو بودن، با اون همه تبعیض فاحش، واقعا اینا رو میکشتن، قتل عام میکردن، جنساید سرخپوست های بیچاره رو، املاکشون رو بگیرن که هیچی، هویتشون رو پاک بکنن که هیچی، شناسنامهشون رو پاک بکنن، اسمشون رو پاک بکنن، بعد بنازنشون توی کمپ، بعد بنازنشون توی رزرویشن، بعد به زور بادارشون بکنن که اون چیزی که اونا آموزش میدن یاد بگیرن. الان شما وقتی نگاه میکنین بازتاب دورگستر این داستانی که در اون زمان اتفاق افتاد، وقتی نگاه میکنید میبینید آمار خودکشی در بیان سرخپوستان آمریکایی بیش از هر اقلیتی دیگری هست. این از سرخپوستا. سیاه‌پوست دارم که برمیگردن میرن توی کشورهای آفریقایی، اینا رو به گروگان میگیرن، برمیدارن میارن اینجا. همه سیاه‌پوستا البته برده نبودن، ولی اونایی که بودن بیشتر تو سارن کالیفرنیا، ایالت‌های جنوبی، اینا رو از کشورهای آفریقایی میگیرن، به زور سرنیزه گروگان میگیرن. بعضی از اینا تاریخ نشون میده که از خانواده سلطنتی بودن، نمیدونم ادوکیتد بودن، با سواد بودن، تحصیل کرده بودن. اینا رو هم دارن میگیرن میارن، زنجیر تو گلشون میزنن، شکنجهشون میدن، نمیدونم شلاقشون میزنن، مثل برده، مثل حیوان با اینا رفتار میکنن و سایکولوژیکلی به اینها نوعی در حقیقت خوراکی به اینا تزریق میکنن که به خاطر رنگ پوستشون نوع احساس انفریوریتی و فرودستی بکنن. شما این فیلمایی رو که نگاه میکنید میبینید که مثلا این سیاه‌پوستا رو تو کشتی‌ها دارن هی زنجیر میزنن، اینا فیلم نیست، واقعیت بوده. تازه بخش خوب شده داری نگاه میکنید، یعنی نمیبینید که اینا رو چطوری میکشتن، دار میزدن و چه بلایایی سر اینا میآوردن. و بی جهت نیست که هنوز، ساناز جان اینو من میخوام دقت بکنیم، سایکولوژیکلی بی جهت نیست که شما حساب بکنید از قرن 17 تا همین 1960s این تبعیض نژادی و این گرفتاری ها وجود داشته. حساب کن 260 سال این سیاه‌پوست احساس فرودستی، احساس تبعیض، احساس هیچ نبودن کرده و با قومی و با جامعه‌ای و با اکثریتی روبرو بوده که همواره با او مثل حیوان، مثل برده، مثل نوبادی رفتار کرده. آیا فکر میکنی در ناخودآگاه قومی این قبیله، در ناخودآگاه قومی این جمع هنوز اون آثار، اون شیارهای در حقیقت زخم وجود نداره؟ و چگونه میشه این زخم رو التیام کرد؟ بگو عزیز. به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. ما وقتی میخوایم مسئله تبعیض نژادی در زمان حاضر رو حل بکنیم، باید حتما به گذشته رجعت کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. یکی از خب مسائلی که آمریکا بیشتر از سرزمین‌های دیگه واقعا باش مواجه بوده و آمار این مسئله بالا بوده در آمریکا، لینچینگ یا به عبارتی کشتن افراد بدون هیچ مجوز قانونی بوده، که خب آن authorized killing ها، کشتن افرادی که از گروه‌های بیشتر اقلیت نژادی بودن. بله. در آمریکا، در تاریخ آمریکا بسیار رواج داشته. و وقتی ما بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که خب این کشتن‌هایی که کشتن گروه‌های اقلیت نژادی، سیاه‌پوستان، در چه قسمت‌هایی از آمریکا بیشتر دیده می‌شده، مشاهده شده که این نوع کشتارها در ایالت جنوبی آمریکا بسیار بیشتر بوده. برای اینکه بیشترشون اونجا بودن، بیشتر برده‌ها اونجا بودن، تمرکزشون در ایالت‌های جنوبی بیشتر بود. بله دقیقاً. و در حال حاضر ما میتونیم این مسئله رو پیوند بدیم به آمار بالای اعدام‌ها در ایالات جنوبی. خب البته ممکنه بینندگان عزیز بگن که خب اعدام‌ها که در حال حاضر وجود داره و در ایالات جنوبی آمریکا بسیار میزانش بالا هست، اینها خب بر اساس یک حکمی بوده، حکم قضایی بوده که از طرف دادگاه صادر شده و این افراد مرتکب جرم شده بودن و باید به سزای کارشون میرسیدن، در این امر شکی نیست. ولی با توجه به آماری که وجود داره در ایالات جنوبی در خصوص کشتن‌های
کشتن سیاه پوستانی که واقعا بیگناه بودن و اینها رو فقط به خاطر اینکه سیاه بودن گروه های سفید پوست اینها رو میکشتن، گروه های نجات پرست سفید پوست، میبینیم که این واقعا هنوز این حس، البته من نمیخوام جنرالایز بکنم، کلی‌گویی بکنم، در بین برخی از مردم در جامعه آمریکا وجود داره که این گروه از مردم شوربختانه در جای نظام عدالت کیفری آمریکا از همون مرحله نخست که جرم اتفاق میفته، پلیس و بعد دادگاه، هیئت جوری و بعد زندان ها، تمام افرادی که مقام و پستی رو در این سازمان ها به عهده دارن، ما میبینیم که به نوعی با تبعیض برخورد میکنن با اقلیت های نژادی. و به نظر من واقعا ما میتونیم بگیم که توجیه واقعا آمار بالای اعدام ها در ایالات جنوبی چیزی نیست جز همین مسئله فرهنگی و مسئله خشونتی که در بخشی از آمریکا لااقل میتونیم بگیم در طول تاریخ وجود داشته و این خشونت ادامه پیدا کرده به قرن 21 و الان از راه قانون و با حکم قضایی ما هنوز در آمریکا گروهی رو که دوست نداریم از جامعه حذف میکنیم که این گروه خب اقلیت‌های نژادی هستن. اگر بینندگان عزیز فرصت داشته باشن میتونن به لیست افرادی که در آمریکا به اعدام محکوم شدن یا حبس ابد دارن نگاه کنم ببینم. بریم بعد درست میگین. من اون فیلم رو که قبلا با هم صحبت کردیم و اجازه بدید به دوستان نشون بدیم، تو این فیلم آماری رو نشون میده که در حقیقت میگه که جمعیت فرزان امریکا به چه صورته، بعد محاسبه میکنه بین گروه های مختلف، اقلیت های مختلف و آمار اونهایی که در حقیقت در برخورد با جرائم و دادگاه و محکومیت بیشتر از کسان دیگر مورد در حقیقت محکومیت قرار میگیرند و در زندان حضور پیدا میکنند. آقای بهروز عزیز در اتاق کنترل، اگر که محبت بکنید اون نوار اول رو بفرستید. ساناز جون شما میخواین اونو ترجمه بکنید یا اصلا باز بذارید میکروفون رو که من و ساناز در حقیقت ترجمهش بکنیم اینو؟ خواهش میکنم. یا میشه ببینن بعد بعد با هم صحبت میکنیم؟ باشه. The racial composition of the prison population in the United States is very different from the population at large. If people are worried about inequality in America today, I think this deserves more attention in the discussion. Racial inequality in the criminal justice system gets ignored because it doesn't affect most people. In 2010, over 1.6 million people were in state and federal prisons within the United States. So 497 out of every 100,000 Americans were in jail. About half of 1%. Less than 1%. That doesn't seem very large, but when you separate that population by race, you recognize that the personal effects of the criminal justice system are very unequally shared throughout our society. Whites make up 64% of the total population, but only 31% of the incarcerated population. دوستان عزیز به برنامه دنیای امروز توجه میکنید. فیلمی رو که نگاه میکنید در حقیقت آماری است از تبعیض نژادی در آمریکا نسبت به سیاه‌پوستان، اسپانیش ها و اقلیت های دیگر. For example, if you're young, black and male, it's closer to about 1 in 4. That means you'd have a higher probability of going to jail than of getting married or going to college. These results are unequal and problematic as poor black communities lack so many of their members. But what can be done? The causes of this trend are undoubtedly complicated and multi-causal. But there is reason to suggest that part of the blame is our criminal justice system itself. In the ways police officers enforce laws, in the ways that laws are written and prosecuted, and more. In many cases, it is not overt racism by individual actors,
Many police officers, prosecutors, and judges are undoubtedly trying to be fair and trying to do the right thing. But economics can explain how unequal enforcement of the criminal law happens anyway. This is because the political and bureaucratic structure of the criminal justice system creates perverse incentives. The formal laws surrounding drug prohibition, for example, are written as if to be colorblind, but people with different levels of wealth face different costs and benefits to participating in the drug trade. Different groups consume different drugs at different rates, and lastly, those groups are politically represented in very different quantities. Thus, they are arrested and incarcerated at very different rates. How could minority groups hope to use the political process to fix inequality when they are systematically over-incarcerated and disenfranchised? Despite noble intentions, politics often does not affect the basic incentives of costs and benefits faced by political or citizen actors. We might need a new approach to social change if we are going to address these problems. We definitely need more study into the causes of inequality, and we should admit that radical changes might be both necessary and preferable to the status quo. Thank you. درست میگه ما در حقیقت جامعه جهانی، جامعه دنیا. وقتی میگم ما، درسته ما آمریکایی نیستیم ولی آمریکایی هستیم. در اینجا زندگی میکنیم، در دنیا زندگی میکنیم. وطن ما دنیاست. خاک دنیاست. به خصوص امروز که دنیا مثل یک در حقیقت به قولی دهکده جهانی است و هیچ اتفاقی نمیتونه در یک گوشه از دنیا بیفته که من و شما 10 ثانیه، 20 ثانیه بعدش خبردار نشیم. از طریق این سوشال میدیا در حقیقت یکی از سوالات من در رابطه با سوشال میدیا است. ولی برگردیم به این ویدیو. همجور که مشاهده کردین دوستان، این ویدیو آماری رو داشت منتشر میکرد که در سال 2010 گرفته شده. یادداشت کردم که بین 1,600,000 نفر 600,000 نفر 497 از هر 100,000 نفر امریکایی زندانی هستند. درسته؟ درست فهمیدم؟ بله. ببینید در این ویدیو میاد به مسئله inequality و نابرابری در نظام زندان ها و به شکل کلی نظام عدالت کیفری آمریکا میپردازه. بله. در آمریکا آماری رو که اول مطرح میکنه، خب میزان زندانیان آمریکا نسبت به کشورهای دیگه از همه کشورها بیشتر هست و نسبت به جمعیت آمریکا. بعد وقتی که بعد میان مسئله ریس، نژاد رو مطرح میکنه تو این ویدیو که ببینه با توجه به جمعیت اقلیت‌های نژادی به چه میزان این افراد مرتکب جرم میشن، دیده شده که سیاه‌پوستان بیشتر در زندان‌ها هستن، در صورتی که 13-14% جمعیت آمریکا رو سیاه‌پوستان دارن. بر اساس این آمار 64%شون در زندان‌های آمریکا هستن که خب این inequality و نابرابری رو در نظام زندان‌های آمریکا نشون میده. اینجا داشت میگفتش که سانا جان، گفتش که از 1,600,000 زندانی، 1,600,000 زندانی رقم زندانیان بود که میگه 497 نفر از هر 100,000 نفر زندانی، یعنی از هر 100,000 نفر جمعیت امریکا 497 نفر زندانی هستن. سفید پوستان 64% از کل جمعیت رو تشکیل میدن، اما 31% از سفید پوستان در زندان به سر میبرن طبق این آمار در اون سال. سیاه پوستان 16% از جمعیت رو تشکیل میدن، اما 36%. وقت تفاوت اینجاست، یعنی اون 1%ی که داره میگه، بعد میگه 0.5% تو کل جمعیت، میشه به 1:4 میشه ریشیوش، شاخصش میشه 1:4. بعد اسپانیش ها 16% هستن، 24% از جمعیت رو تشکیل میدن. پس مقایسه وقتی بکنیم، 64% سفید پوست 31% زندانی رو داره، 14%، یعنی 64% سفید پوست، جمعیت کل رو داریم میگیم، جمعیت کل امریکا 64%ش سفید پوسته. از این 64%، 31% زندانی داره. کل جمعیت سیاه پوستان امریکا 16% اگه اشتباه نکنم، ولی از این 16%، 36% از زندانی ها رو شامل میشه. اسپانیش ها 16% هستن،
از اینا 24%. اون وقت اینجاست که شما اون فاصله رو میبینید، یعنی تبعیض رو به صورت واضح‌تر و روشن‌تر میتونید ببینید که چگونه است که قوانینی که اونجا هستش و به قولی color blind هستش، یعنی تبعیضی اونجا وجود نداره و قرار ایکوالیتی باشه، تساوی حقوق و برابری و برادری باشه در اون قوانین، نوعی اعمال میشه همجور که اشاره کردید در ایالت‌های جنوبی، نوعی اعمال میشه که این تبعیضات رو میتونن در حقیقت صادر بکنن و اجرا بکنن. حالا به من بگید که چگونه این قدرت رو دارن که این گونه تبعیض بزنن؟ آیا ربط داره به جوری، ربط داره به سیستم قضایی، ربط داره به چه موانعی اونجا سبب ساز این در حقیقت مانع از صدور یک حکم عادلانه میشه؟ از همون ابتدا که جرم اتفاق میفته، اگه ما بیایم بررسی کنیم که در مرحله اول لا اینفورسمنت، نیروهای پلیس هستن که در داستان وجود دارن و از همون مرحله اول ما میبینیم که تبعیض نژادی، البته این صحبت من به این معنا نیست که نیروهای پلیس، افسران پلیس در آمریکا اینها ریسیست هستن، نژاد پرست هستن، خیر، ولی وقتی که ما یک شهر رو بررسی میکنیم که بیشتر افراد این شهر، بیشتر جمعیت این شهر سیاه پوست هستن، باید نیروی پلیسی که در اون شهر وجود داره یک رپرزنتیتیو خوب، یک نشانگر خوبی از جمعیت کل اون شهر باشه که در بسیاری از شهرهای آمریکا این چنین نیست. مثلا در شمال چارلستون جمعیت سیاه پوستان بسیار بالاست، بسیار زیاد هست، اکثریت جمعیت رو سیاه پوستان دارن، ولی وقتی که میایم نگاه میکنیم که ببینیم در نیروی پلیس شهر چارلستون چقدر سیاه پوست وجود داره، میبینیم که خب تعداد بسیار کمی هستن. مخصوصا در کل آمریکا وقتی بررسی میکنیم، افسران پلیس سیاه‌پوستی که سنیر پوزیشن دارن، پست های بالاتر و مهمتر دارن، اینها بسیار کم هستن، که خب این هم مسئله‌ای هستش که ممکنه به تبعیض دامن بزنه. بعد به مرحله بالاتر که میان پس از ارتکاب جرم و مرحله بازجویی در دادگاه، به همین روش این تبعیض رو ما در افرادی که در دادگاه با پرونده سر و کار دارن میبینیم، یعنی در پرونده هایی دیده شده که خب در خصوص سیاه پوستی بوده، فرد متهم سیاه پوست بوده و اون وقت قاضی سفید پوست، پراسیکیوتر دادستان سفید پوست و اکثریت هیئت منصفه جوری هم سفید پوست بودن. خب این مسئله ممکنه در حکمی که واقعا دادگاه صادر میکنه تاثیرگذار باشه. به خاطر بله خواهش. پس شما فهم میکنین جوری سیستم is not، یعنی این سیستم جوری که در حقیقت آدم هایی میان و واقعا آنچنان دانش و آگاهی در رابطه با قوانین و پیامدهای قانونی ندارن، آدم های عادی رو میبرن در اون جایگاه مینشانند و بعد کیس رو براشون یک دادستان میاد، یه وکیل میاد، اونها هم از فیلتر خودشون اونجور که میخوان کیس رو مطرح میکنن و اینها هم تصمیم میگیرن، مثل همین کیس تراویس مارتین. حالا ما نوارش رو در این برنامه خواهیم پخش کرد. سالها پیش 2012 این پسر که سیاه پوست در یک منطقه داشته قدم میزده که میخواسته بره توی گیتد کمیونیتی، یعنی یک در حقیقت رزیدنشالی که گیتد بوده، باید میرفته اونجا و اونجا آدم هایی از خود همون صاحبان خانه میان و پاسبانی میکنن، میگن نیبرهود واچ، پاسبانی میکنن در حقیقت اون محل رو برای امنیت اون محل، و این پسرک رو میگیره. حالا بعد داستانش رو بعدا من توضیح میدم. به هر حال میخواستم بگم که مثل همین کیس تراویس مارتین، اینها اومدن و
زیبرمن را آزاد کردند. در صورت که بسیاری از مردم امریکا معتقد بودند که او یک آدم دروغگوست و در حقیقت دست به قتل زده و احتیاجی نبود که او رو بکشه. حالا بعد در این زمینه توضیح خواهیم داد. بفرمایید عزیز. بله، البته در مورد هیئت جوری و هیئت منصفه در دادگاه و تصمیم گیریشون خب انتقادهای بسیاری شده، ولی افرادی که در هیئت جوری هستن درسته که از مردم عادی هستن، ولی وارد مسائل قانونی و شکلی ماجرا نمیشن در دادگاه و فقط در مورد مسئله ماهوی کیس هستش که پرونده هستش که تصمیم گیری میکنن. در نتیجه اگر این امکان وجود داشته باشه که از اون هیئت منصفه و افراد دیگری که در دادگاه نقش دارن از نژادهای مختلف و از اقلیت‌های مختلف جامعه باشن و نمایانگر اون افراد باشن، خب این بسیار کمک می‌کنه که در آینده تبعیض نژادی در آمریکا کمتر شاهدش باشه. اصلا امیدی میره به این که شما خودتون چون توی همین سیستم هستید و رشتهتون نزدیک فهم می‌کنین، امیدی به این هستش که به طور کلی این ساختار تغییر پیدا بکنه و این داستان هیئت منصفه از میان بره؟ چون خیلی بحث در این زمینه هستش که آیا واقعا این سیستم کارا هستش، میتونه بر مبنای عدل و انصاف در حقیقت پیش ببره پرونده ها رو، یا اینکه به بنبست خیلی خورده؟ شما کیس های خیلی زیادی رو در تاریخ امریکا میبینید که بیگناهانی که سرشون به دار رفت و بعدها که دی ان ای کشف شد متوجه شدن که اینها همه بیگناه بودن و اینها رو همون قضاوت های کور همین هیئت منصفه بوده. البته در مورد افرادی که بیگناه اعدام شدن در همه موارد ما نمیتونیم بگیم که به دلیل نظری بوده و حکمی بوده، رأی بوده که اعضای هیئت جوری هیئت منصفه دادن. موارد مختلفی وجود داشته که منجر شده که افراد بیگناه محکوم به اعدام بشن و حتی برخیشون اعدام شدن. بله. و این تنها به دلیل هیئت منصفه نیست، ولی خب به خاطر سیستم حقوقی آمریکا خب من فکر نمی کنم که در آینده بخوان هیئت منصفه هیئت جوری رو حذف بکنن از سیستم حقوقیشون. این مسئله اخیر در رابطه با به خصوص که در ارتباط با انتخابات هم هستش و موزگیری هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در رابطه با این جریانات ریسیزم یعنی نجات پرستی یا تبعیض نژادی، به خصوص به ویژه در رابطه با سیاه‌پوستان امریکا، ما از زمان ورود اوباما به کاخ ریاست جمهوری در سال 2008 شاهد این بودیم که در حقیقت احساسات تبعیضگرایی یا نجات پرستانه یا اعتراض به این احساسات رو به افزایش و افزونی رفته. علت رو در چه میبینید شما؟ ببینید یک مقدار من فکر میکنم این سگرگیشن و جدایی که داره در جامعه ایجاد میشه بین سفید پوستان و سیاه پوستان به مقدار زیادی سیاستمداران در آمریکا و همچنین رسانه‌های جمعی مدیا به این مسئله دامن میزنن که به نظر من به هیچ عنوان درست نیست. خب درسته که ما مسئله تبعیض نژادی رو داریم، ولی وقتی که خب بعد از کیس جورج زیمرمن و تراوین مارتین خب گروه جنبش بلک لایوز ماتر شروع به کار میکنه که الان واقعا یه نشنال نتورک هستش و در تمام شلوغی ها و تظاهراتی که وجود داشته بعد از حوادث که پلیس تیراندازی کرده به اقلیت های نژادی، ما میبینیم که این گروه بسیار فعال بودن و اکتیو بودن در اینکه این تظاهرات رو هدایت بکنن و بهش دامن بزنن، که خب واقعا به نظر من این درست نیست و ما باید یعنی متوجه نشدم منظورتون این حرکت این گروه که میگه که زندگی سیاه پوستان مطرح هستش درست نیست یا پیامدش در سوشال میدیا؟
بخواد این به کلن این جنبش و تمرکز کردن به زیاد تمرکز زیاد به این جنبش کار اصلا درستی نیست به خاطر اینکه خب این جدایی بین سفید پوستان و سیاه پوستان رو در جامعه زیاد میکنه و منجر و این اصلا خب چرا نباید بگن که all lives matter exactly. چرا فقط مورد به خاطر اینکه ببینید آمار نشون میده که افرادی که خب پلیس به دلیل وظیفه‌ای که داره ممکن هستش که در مواجهه با افراد خاطی قرار بگیره که مجبور بشه از اسلحه استفاده بکنه ولی خب در حدود قانون در حدی که قوانین تعیین کردن ولی در مواردی که در اثر این مواجهه پلیس فردی رو کشته ما میبینیم که سفید پوستان و هیسپانیک ها اسپانیایی تبارهایی هم بودن که کشته شدن چرا در مورد اون کیس ها هیچ وقت صحبتی نمیشه یعنی به نظر من ببینید من اجازه بدید که ما اینجا با این مقدار با هم بحث بکنیم در این حالی که باید موافقم ساناسشون یعنی واقعیت امر این هستش که به طور کلی خیلی انسانی تره که من بگم everybody's life matters not only black life matters درسته یعنی پلیسم لایف پلیسم اهمیت داره اما باید نگاه بکنیم به انگیزه های درونی این جنبش چه عواملی سبب ساز این خشم شده و بیرونی کردن این شده و هوپلسنس یعنی احساس ناتوانی و استیصال از جایی میاد بیرون که میگه انگاری تو فکر میکنی که زندگی من برای تو اهمیت نداره زندگی من اهمیت داره و خودش رو جدا میبینه از این میدان همبستگی چون اگر سیاه پوست خودش رو جدا نبینه از این میدان همبستگی که به قول خودت نمیت بگه که Black Life Matters پس فکر میکنه در یک جامعه هستش که احساس تعلق نداره و هنوز مورد تبعیض و آزار و اذیت و این هاست بذار یه فیلمی نگاه بکنیم در رابطه با کیت سکات در ساوت کارولینا در مورد این چطوری صحبت کنیم با هم باشه؟ خواهش میکنم حتما باشه نگاه بکنیم مادر فیلمی که مادر کیت سکات داره خواهش میکنم اتاق فرمان این تا فیلم رو پیدا بکنن خب پیدا کردن میسنگ Don't shoot him. Don't shoot him. He has no weapon. He has no weapon. Don't shoot him. Don't shoot him. Don't shoot him. He didn't do anything. He doesn't have a gun. He has a TBI. He's not going to do anything to you guys. He just took his medicine. Keith, don't let them break the windows. Come on out the car. Keith, don't do it. Keith, get out the car. Keith, don't you do it. Don't you do it. Keith, don't you do it. Did you shoot him? Did you shoot him? Did you shoot him? He better not be dead. He better not be f***ing dead. I know that f***ing much. I know that much he better not be dead. I'm not gonna come near you. I'm gonna record, though. I'm not coming near you. I'm gonna record, though. He better be alive, because I'm coming. You better be alive. How about that? Yes, we're over here at 9453 Lexington Court. These are the police officers that shot my husband, and he better live. بله، ویدیویی که مشاهده کردید
فیلمی بود که خانم کیت سکات زمانی که او محاصره شده توسط پلیس از این صحنه میگیره و بعد از این داستان در حقیقت تظاهرات گسترده‌ای در شارلوت ساوت کارولینا برای 3 روز اتفاق میفته، تظاهراتی که توأم با واقعا خشونت بود و اعتراضات بسیار بسیار گسترده و روزافزونی نسبت به کشتن این فردی که خانومش ادعا میکرد و حتی بعضی از ناظران صحنه اعلان کردن که ایشون اسلحه نداشته و به ذم خانومش یه مقدار گرفتاری روانی هم داشته و پلیس او رو مورد اصابت گلوله قرار میده. و حالا با دستان ازشون سوال میکنم، اما نظرات مختلف اینجا هستش. بخشی میگن که ایشون گلوله داشته، اسلحه داشته، اثر انگشتش رو اسلحه بوده، بعدن ثابت شده. بعضی ها با ویدیو که تو یوتیوب هم میتونید پیدا بکنید، ویدیوشو من آوردم ولی فکر نمی‌کنم فرصت داشته باشیم پخش بکنیم، ولی بعضیا با همون ویدیویی که یه عده تلاش میکنن ثابت میکنن که اونجا اسلحه بوده، بعضی دیگر میگویند که اصلا زمین خالی بوده، هیچ اسلحه اونجا نبوده و این اسلحه توسط پلیسی که او رو شوت کرده از جیبش در میاد و انداخته میشه اونجا و جاسازی میشه. ساناز جون؟ بله، اتفاقا این کیس رو من همین 1 ساعت پیش سر کلاس با دانشجوان در مورد صحبت کردیم. البته 2 تن از دانشجوان که پلیس بودن قرار بود که در برنامه حضور پیدا کنن ولی متاسفانه سوپروایزرشون اجازه ندادن. ولی خب برای من خیلی جالب بود که از دیدگاه کسی که خودش پلیس هست چجوری میتونه این کیس رو توجیه بکنه و آیا اینکه واقعا مردم میدونن که خب به خاطر اینکه وقتی که مدیا راجع به این کیس صحبت میکنه، وقتی رسانه های جمعی صحبت میکنن، هیچ وقت نمیان بگن که کیت اسکات کی بوده و چه کارهایی انجام داده. کیت اسکات یک فلون بوده، یک کسی بوده که مرتکب جرم جنایی شده بوده، قبلا در سن آنتونیو به کسی تیراندازی کرده بوده، در زندان بوده و در نتیجه خب یک چنین فردی خب یک ممکنه حالت خطرناک داشته باشه و احتمال این بره که مرتکب جرائم دیگری بشه. و خب افسر پلیس گمان میکنن که در دست این شخص اسلحه و ماریجوانا هست و خب اونجا رفته بودن اینها به دلیل اینکه شنیده بودن فرد مزنونی وجود داره در اون محله و یک گزارشی شده بود در مورد برگلری، سرقت منزل. در نتیجه این نیروهای پلیس در اون منطقه حضور داشتن و به این شخص مظنون میشن و وقتی فکر میکنن که در دستشون اسلحه وجود داره، خب وجود اسلحه میتونه یه خطر باشه. هادید اینو چطوری من بگو ساناز جان، از کجا اینا دیدن که پسره که تو ماشین نشسته بوده؟ از کجا اونا اسلحه رو در دست این دیدن؟ از ماشین که نیومده بوده بیرون؟ از ماشین اومده بوده بیرون؟ نه عزیزم، اینا اولش که از تو اگه صدای خانمش رو بشنوی میگه get out of the car، تو ماشین بوده. اسلحه از کجا میدونن که اینا اسلحه داره؟ خانومشون اصلا، مخصوصا ویدیو خانومشون، وقتی که شما دقت بکنیم میبینیم که ایشون بارها بیان میکنن که این جمله رو تکرار میکنن، don't do this. منظورشون چه چیز هست؟ خب حتما اسلحه‌ای در دست ایشون وجود داره که خانومشون میترسن که اینا این شخص حرکتی بکنه، کیت اسکات حرکتی بکنه در مقابل پلیس که مرتباً این جمله رو تکرار میکنن و میگن don't do this، این کار رو انجام نده. ولی آخه ناظرانی که اونجا بودن، یعنی من اینو خیلی دنبال کردم به خصوص از زمانی که گفتیم در این زمینه با هم بحث خواهیم کرد در برنامه، یه مقدار خیلی زیادی ویدیوهای مختلف رو دیدم. اینها رفتن با ناظرانی که اونجا بودن و این حادثه رو دیدن، آدمای مختلف، سفید، سیاه، یعنی از فقط سیاه‌پوستا نبوده. اولا که اولش گفتن که اون کسی که ایشونو کشته یه سیاه‌پوست بوده، یه پلیس سیاه‌پوست بوده که بعدن کاشف به عمل اومد طبق شواهد که همچیزی نبوده.
پلیس سفید پوست بود. بعد گفتن که ازشون سوال کردن که این چگونه چطوری اتفاق افتاد. گفتن این از ماشین اومد بیرون و حالا نمیدونم ربط دادن کتاب قرآن به این داستان چه ربطی داره، که این کتاب قرآن سیاه دستش بوده. از شنیدین دیگه، قرآن، کتاب قرآن دستش بوده. بعد از ماشین، حالا میگن از ماشین اومده بیرون، کتاب هم گذاشته توی همین لباسش، پیرنش، و گفته که what's the problem، چه گرفتاری چیه. بعد اینا اومدن و پوش کردن، اتفاق افتاد. هیچ کدوم از ناظرینی که اونجا دور بر بودن شهادت به این که ایشون اسلحه داشته ندادن. اینم هست. ببینید ولی وقتی که ایشون اگر هم اسلحه نداشتن، چرا در برابر دستور پلیس که ازشون میخواد که بیان جلو و خودشون رو تسلیم کنن مقاومت میکنن؟ گفت خانمش گفت اختلال مغزی داره، گفتش که این البته این ثابت نشده هنوز، فقط این گفته خانومشون بوده. خب چطوری میتونه ثابت بشه وقتی، یعنی برن دنبال کشف و شهود مدیکال پروب، مدیکال پرونده مثلا پزشکیش، مدیکال ریکوردی داشتن قبلا، خب باید آورده بشه، بررسی بشه که در چه حدی بوده، و در صورتی هم که مشکل روانی داشته باشن، خب بیماری های روانی، البته من نباید در مورد سوال صحبت کنم، شما استاد این قضیه هستید، درجات مختلفی دارن که خب همه اون بیماری ها واقعا باعث نمیشن که افراد بشه مسئولیت کیفری رو ازشون سلب کرد و کاریو که انجام میدن بگیم که خب مسئولیتی نداشتن، نباید محاکمه بشن به خاطر اینکه مشکل روانی داشتن. و خب نه، خب من نمیگم محاکمه نشن، ولی بزنی یارو بکشی که محاکمه نیست، قربونت برم. زده با اصلاحی کشته تا زده کشته تش. اینجوری به این شکل نبوده که فقط یه پلیس بیاد فردی رو ببینه که بسیار بیگناه. و چند دفعه ساناز جون چند دفعه این اتفاق افتاده؟ خودت توی میدان آگاهی و اطلاعات هستی و خودت میدونی که واقعا تبعیض و discrimination against black community it's way out of control. اینو که میدونیم خودمون. شما اون از گرفتاری اون از زمان رادنی کینگ یادتون میاد؟ بله. اونو داشته باش. حالا کیس اتفاقی... رادنی کینگ به نظر من یه مقدار متفاوت بود با کیس رادنی، با کیس کیت اسکات بخواد. نه 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 نه، من منظورم نیستش که این دوتا رو به هم ربط بدم. من منظورم از پلیس برولتالیتی، یعنی از خشونت پلیس بر علیه سیاه‌پوستان هستش، اینو دارم میگم. و اقلیت‌های دیگه در رابطه با اسپانیش ها، ما یادمون رفت تبعیض در رابطه با ژاپنی ها رو بیشتر توضیح بدیم، ولی الان علت این که در حقیقت بیشتر این داستان تبعیض نژادی و یا احساساتی که برانگیخته میشه از این در حقیقت پدیده که وجود داره، حضور داره در زندگی اجتماعی، شخصی، فردی، اقتصادی، سیاسی هر فردی. ببینید سناتوری که سناتور سیاه‌پوستی که الان متاسفانه اسمش فراموش کردم، همین چند ماه پیش میگه که من از در یک سال 70 بار یا 60 بار توسط پلیس متوقف شده. یعنی تعداد سیاه‌پوستانی که توسط پلیس متوقف میشن به مراتب بالاتر از سفیدپوست هاست. خب این به خاطر اینکه همه سیاه‌پوستا جانیان و جنایتکارن و گرفتاری دارن؟ ببینید نمیتونین ما اینجوری بگیم، حتی چندی مورد پرونده هایی بوده که اومدن افراد به صورت کلی گفتن که سیاه پوستان همه جانی هستن و مرتکب جرایم خشونت آمیز بیشتری میشن. خب این میتونه یک بیان نجات پرستانه، یک استیتمنت نجات پرستانه باشه، ولی اگر ما بیایم بر اساس آمار نشون بدیم که خب این آمار رو داریم و آمار نشون میده که سیاه‌پوستان مرتکب جرایم بیشتری، مثلا جرم خشونت آمیز بیشتری در آمریکا میشن،
خب این یک حقیقت هستش که نمیشه اینو انکار کرد. ولی به آمار جدید ساناز جون اینو میگه، ببخش وسط حرفت پریدم، آمار جدید آیا داره میگه که آمار سفید پوستان مرتکب به جرائم فلنیز بالاتر از سفید پوستاست؟ چون من 20 سال پیش شاید سالای 90 آمار برعکس بود، حالا من آمار جدید رو اصلا نمیدونم. به نسبت جمعیتشون، به نسبت جمعیت میگم تا 2000 من دارم، الان چقدر میشه 16 سال پیش. حالا جدیدن رو نمیدونم آمار در چه صورتی که نشون میده اینجا، البته اون چیزی که ما الان نشون دادیم، ویدیویی رو که نشون دادیم، ولی واقعیت این هستش که اینها پرونده هایی هستش که در دادگاه وجود داره و در حقیقت حکم هایی هستش که صادر شده که به قول خود شما میگید که بعضی از این احکام ناعادلانه بوده. بله، ولی مسئله که وجود داره، من میخوام بگم که این تبعیض نژادی رو باید خیلی عمیق‌تر بهش نگاه کرد و باید به این مسئله نگاه کرد، یعنی به مرحله قبل از ارتکاب جرم رفت و بگیم که چرا سیاه پوستان به نسبت جمعیتشون مرتکب جرائم خشونت آمیز violent crime های بیشتری میشن و این تبعیض ممکن از نظام آموزشی وجود داشته باشه در وقتی میخوان فقر، بیکاری، خشم، احساس محرومیت، احساس ستم، نگاه میکنن به گذشته پر از تاریکی، نگاه میکنن به یک زندگی مصیبتبار چندین قرن تبعیض، نگاه میکنن به موقعیت اجتماعی خودشون، نگاه میکنن به موقعیت اقتصادی خودشون، نگاه میکنن به موقعیت آموزشی خودشون، نگاه میکنن که فرودستر از بقیه جوامع قرار دارن. البته نمیگم همه سیاه‌پوستا، من به طور کلی سیاه‌پوستان موفقم خیلی داریم، ولی به طور کلی broken family، بیشتر گرفتاری سیاه‌پوستا broken family، حالا به یعنی خانواده های از هم پاشیده، جدایی هایی که در خانواده ها به وجود میاد، بچه هایی که توسط تک والدین بزرگ میشن و فقر و در حقیقت ناتوانی در ادامه زندگی برای کسب اهداف عالی. غیر از این چیز دیگه ای رو شما میتونید بگید؟ اضافه کنید، خواهش میکنم. ببینید، خب وقتی که این تبعیض، به نظر من وقتی ما در مورد تبعیض صحبت می‌کنیم در آمریکا، در سیستم حقوقی آمریکا، این تبعیض رو نمیتونیم محدود کنیم و بگیم تبعیض نژادی racial discrimination، بیشتر تبعیضی هست که در به دلیل فقیر بودن گروهی از افراد و ناتوانی مالی این افراد که به وجود میاد و ما میبینیم که خب افرادی که به مجازات های طولانی مدت محکوم شدن، به اعدام محکوم شدن در زندان های فدرال آمریکا به دلیل مواد مخدر در زندان هستن، اینها افرادی هستن که از خانواده های فقیر میان، بی سواد هستن و واقعا مشکلات خانوادگی دیگه ای دارن که همه این موارد جمع میشه و باعث میشه که چنین افرادی به جامعه تحویل داده بشه. و بعد خب ما با واکنش نیروی پلیس لا انفورسمنت مواجه هستیم که خب ما نمیتونیم بگیم که هر تک تک کیس هایی که خب در خصوص در این موارد اتفاق میفته بیاریم و مطرح کنیم و بگیم که در تمام این کیس ها خب تبعیض نژادی وجود داشته و افسران پلیس از قبل تصمیم گرفته بودن که به این سیاه‌پوستان فقط دلیل نژادشون تیراندازی کنن. چنین برای من نبوده. درسته، کاملا این نکته خیلی مهمه که بهش اشاره کردین. ما اینجا تلاش نمی‌کنیم که کلی‌گویی بکنیم و بگوییم که تمام در حقیقت پرونده‌ها به سمت تبعیض نژادی یا در حقیقت اجحاف و ظلم بر علیه سیاه‌پوستان داریم. میگیم که در حقیقت وقایعی که اتفاق داره می‌افته و جریانات و رویدادهایی که در حقیقت این خشم رو در جامعه سیاه‌پوست آمریکا برانگیخته. سارا جون اگه اجازه بدی بریم چند تا پیام بازرگانی نگاه بکنیم، تماشا بکنیم و بعد برگردیم به همین بحث ادامه میدیم. برای شما دوستان عزیز چند تا کلیپ ویدیویی دیگه هم داریم که ازتون دعوت میکنم با ما باشید. مرسی.
آیا می دانید ارتفاع برج جدید هیلتون در بورلی هیلز در صورت تصویب لایحه میجر اچ اچ چقدر خواهد بود؟ 375 فوت، یعنی بیش از دو برابر بلندترین ساختمان در بورلی هیلز، تقریباً سه برابر بلندی مجسمه آزادی. همگی به میجر اچ اچ رأی نه خواهیم داد. هویت و زیبایی بورلی هیلز را حفظ کنیم. فردوسی، حافظ، خیام، سعدی، شیراز، مهرگان، یلدا، نوروز و بلندروز و ده‌ها نام افتخار آفرین ایرانی که بر روی شراب‌های استثنایی در فازلی سلرز واینری عرضه می‌شود. فضای زیبا و دیدنی در جنوب کالیفرنیا با غذاهای استثنایی. سالن‌های متعدد برای گردهمایی‌ها، عروسی‌ها و میهمانی‌ها. اینجا یکی از دیدنی‌ترین و زیباترین واینری‌هایی است که با سلیقه و احترام به فرهنگ ایران به وجود آمده. فاضلی سلرز واینری 951 303 3366. من سیمون پرویتراد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است. دکتر سیمون پرویتراد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پرویتراد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بورلی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 اتحاد. خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است. غذاهای رنگ و رنگ و خوشمزه بسیارند، اما سلیقه آشپز کارکشته غذاها رو دلنشین تر میکنه. رستوران زعفران با خوراک‌ها و پذیرایی استثنایی شما رو مشتری دائمی خودش میکنه. رستوران زعفران واقع در 11288 ونترا بولوار در شهر استودیو سیتی 818-760-822-23. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. بحث امروز در رابطه با تبعیض نژادی و احساسات نژاد پرستانه، خشونت و ظلم علیه اقلیت‌های فروده است از دید در حقیقت اکثریت یا گروهی که فکر می‌کنند که بالادست هستند، برتری دارند به انسان‌های دیگه. به طور کلی مفهوم تبعیض یعنی باور به این که رنگ پوست، مذهب، هویت، نشنالیتی، ملیت، فرهنگ، ریلیجیس، مذهب یک گروهی برتری داره به تمام انسان‌های دیگه. یعنی در superior than everybody else. بالاتر از همه انسان‌های دیگه قرار می‌گیرن. That's racism. و پدیده منحوسی که
در طول تاریخ باعث ضایعات بسیار بسیار در جامعه بشری شده و متاسفانه هنوز هم همچنان ادامه داره. به قول بسیاری از محققین جامعه شناس در امریکا میگویند اگرچه قوانین ضد تبعیض نژادی تصویب شد و امروز دیگه ما شاهد آن ظلم و ستم گذشته نیستیم، اما the politics of racism، یعنی اون در حقیقت تصویر یا روح یا اون باور درونی پشت نقاب پنهان شده و هنوز ما آثار تهنشین شده یا رسوبت تهنشین شده اون رو در ذهنیت عمومی با تلنگری میبینیم و میبینیم که فرضاً امروز اگر کسی سخنرانی میکنه در رابطه با انگیزش احساسات نژادپرستانه، مردم چگونه واکنش نشون میدن. ساناز جان اگه موافق باشی میریم، چون فرصت زیادی هم نداریم، میریم فیلم تراویس مارتین رو نگاه میکنیم. همینجور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، تراویس مارتین یه جوان 15-16 ساله سیاه پوسته که بدون اسلحه هست و داره در نیبرهود در اون منطقه قدم میزنه، با دوست دخترش داره صحبت میکنه، کلاه هود داره رو سرش و داره میره دور این کمیونیتی. یه آقای اسپانیشی، پسر که اسپانیشی اونجا که قرار بوده که در حقیقت چشم نگهبان اون منطقه باشه، میاد جلوی اینو میگیره و طبق گفته دوست و دخترش هنوز که با اون صحبت میکرده، دنبال این میاد، دنبال این پسرک میره. پسرک میگه ولم کن، بهم کاری نداشته باش، اینه دنبالش میره. بعد به پلیس زنگ میزنه، این فرشته نگهبان اون منطقه به پلیس زنگ میزنه، میگه یه نفر داره اینجا قدم میزنه تو این محبته. و 911 هم زنگ میزنه که برای خودش در حقیقت پرونده سازی هم بکنه که آره من تلفنم هم کردم. پلیس بهش میگه که تو داری دنبالش میکنی؟ گفت آره دارم دنبالش میکنم. پلیس میگه نکن این کارو، نکن این کارو. ولی با این حال این آقا دنبالش میکنه و میره توی منطقه تاریخ گیرش میاره، زد و خورد میکنه و این پسرک رو میکشه. در اون جنگ و جدلی که اینا با هم داشتن، همسایه ها صدایی رو میشنوند که این پسرک فریاد میزنه، فریاد کمک 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 میزنه. ولی بعدن که این نوار پخش میشه، این آقای فرشته نگهبان، آقای زیبرمن، میگه نه من بودم که داشتم فریاد کمک میزدم. در صورت که ایشون هم قوی تر از اون پسرک بود، هم اسلحه دستش بود، هم این بود که دنبال اون داره. البته ساناز جان ممکنه من موافق نباشه، ولی بسیاری از افراد بسیار بسیار متاثر شدن، چون من دادگاه این محاکمه رو هر روز داشتم، از نزدیک تماشا میکردم، فقط به تیکه هایی در گوش و کنار خبرها گوش نمیکردم، دادگاه همه روزش رو توجه میکردم. نگاه میکنیم به این کیس تراویس برمیگردیم. We've had a lot of break-ins in our neighborhood recently, and I'm on the neighborhood watch. It's a cold and dreary night in Central Florida. A neighborhood watch volunteer, George Zimmerman, has just spotted 17-year-old Trayvon Martin walking through his gated community in Sanford. Are you following him? Yeah. Okay, we don't need you to do that. Moments later, Martin, who is black, and Zimmerman, who's Hispanic, struggle in the dark. Neighbors call 911. So you think he's yelling help? Yes. All right, what is your... There's gunshots. How many? This one. Zimmerman shoots the teen, claiming self-defense. Photos show Zimmerman bleeding from the nose and back of his head. Sanford police decide not to bring charges, perhaps because of Florida's Stand Your Ground law. That decision triggers a national outcry. Three weeks later, the Justice Department announces its own investigation into Martin's death and Sanford police. Meanwhile, tensions rise with release of 911 recordings. In them, some hear Zimmerman using a racial slur. Analysis by CNN is inconclusive. March 22nd, Sanford's police chief Bill Lee steps down. That same day, Florida Governor Rick Scott appoints state attorney Angela Curry to lead a special investigation. The next day, President Obama speaks publicly about the case for the first time. بله، این قسمتی از اون فیلم بود که ما دیدیم.
ساناز جان تا یادم نرفته ما فیلم اوباما رو هم خواهیم دید، ولی اولین سوالم این خواهد بود که زیبرمن در دفاع از خودش گفته که من اسلحه داشتم. I have a grand. این رول I have a grand وقتی شما اسلحه دارید بر مبنای سکن امندمند افته قانون اساسی اینجا رو یه مقدار دوست دارم توضیح بدی. بسیاری بسیاری از انسان‌های در حقیقت صلح طلب مخالف این سکن امندمند هستن. می‌بینیم این فیلم اوباما رو و نظر اوباما رو نسبت به این شوتینگ، به این قتل ناجوان مردانه نگاه میکنیم. و بهتون بگم این فیلمایی که من به شما نشون میدم فکر نکنید که تک سلولی اینجا و اونجا، این اتفاقا داره میفته و همیشه هم میفته. این روزا داریم میبینیم که یه مقدارم از اونوری دارن پلیسا رو شوت میکنن، ولی سالهای بسیار بسیار طولانی این در حقیقت اقدامات غیر عادلانه رو ما اگر دنبالش بکنیم میبینیم که وجود داشته. فیلم اوباما رو ببینیم برمیگردیم. You know, when Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. Another way of saying that is Trayvon Martin could have been me 35 years ago. And when you think about why, in the African-American community at least, there's a lot of pain around what happened here. I think it's important to recognize that the African-American community is looking at this issue through a set of experiences and a history. بله، دیدیم که ساناز جان، دیدیم که واقعا چه نکته بسیار بسیار مهمی رو اشاره کرد اوباما. البته ابتدا گفتش که ترابس میتونست جای پسر من باشه، شبیه پسر من بود اگر که زنده بود، یا اینکه شبیه خودم بود 35 سال گذشته. و اشاره به این میکنه که ما باید اکنالج بکنیم، یعنی باید تایید بکنیم اون درد درونی رو، باید بتونیم اینو ریکگنایز بکنیم که واقعا این یک واقعیت تلخی بوده و نمیتونیم همیشه یک طرفه بریم بگیم که آره جریانات سفید و سیاست، He had a gun and he had a grant for it. من اسلحه داشتم و I had a grant for it. البته دو جنبه رو ما میخواییم اینجا در نظر بگیریم. یکی داشتن گان زیبرمن، دوم آیا این موضعی که اوباما گرفت به نظر تو، به نظر شما باعث افزایش احساسات در حقیقت اعتراضی سیاه پوستان شده یا نه؟ بله، در مورد سوال آخرتون شروع کنیم مطلب رو. به نظر من کار پرزیدنت اوباما و صحبتی که کردن در مورد این کیس کار بسیار اشتباهی بود که رئیس جمهور یک کشور قبل از این که پرونده ای در یک دادگاه به شکل عادلانه مطرح بشه، رسیدگی بشه و حکم صادر بشه، میان و نظر شخصی میدن و حتی شباهت به خودشون و پسرشون میدن. خب این میتونه مردم آمریکا که خب به آقای اوباما رأی دادن و طرفدار ایشون هستن رو به هیجان بیاره و باعث بشه روند پرونده به شکل عادلانه‌ای طی نشه. خب این در واقع میتونیم بگیم یک نوع مظلوم نمایی سیاسی بوده و این به نظر من واقعا درست نبود حرکتی که ایشون کردن و همچنین برخی از رسانه‌های جمعی به این مسئله دامن زدن که منجر به این شد که خب اعتراضات بسیاری صورت گرفت. بله، اعتراضی بسیار گسترده. یعنی من واقعا نمیگم که هر روز میشینم کیسای پرونده های دادگاهی رو تماشا میکنم، ولی یک کانال تلویزیونی هست چنل 45، خیلی علاقمند هستم، بسیار از این کیسا خیلی جذابن و من دوست دارم دنبال بکنم. کیسای واقعی هستند در حقیقت. نمیدونم میدونی کدوم میگم، 45، شما تو تکساس نمیدونم اون کانال رو دارید یا ندارید. به نظرم میشه که البته من اینجا چون شما یک مهمان دیگه نداریم که با شما بحث بکنن، من خودم دارم بحث میکنم، نه به عنوان متخصص، چون تخصص شماست، ولی من به عنوان یک انسان، یک شهروند، یک کسی که ناظره و
در حقیقت میتونه تحت تاثیر احساساتش قرار بگیره، میتونه متاثر بشه، میتونه ببینه که ظلم داره اینجا میشه، میتونه ببینه که پارتی بازیه. پدر زیبرمن اسپانیش نبوده، پدر زیبرمن یک سفید پوست در حقیقت رایت وینگی بوده که با پلیس در ارتباطات بسیار بوده و شاید هم مثلا خودش قبلا پلیس بوده و سنفورد پلیس بدون اینکه اصلا این کیس رو دنبال بکنه طرف میزنه اینو میکشتش بدون اینکه واقعا جراحتی داشته باشه. این جراحتی که داشتش طبق پزشک قانونی گفتن که اصلا خیلی سطحی و ماینر بوده، یعنی تراویس به این کاری نکرده بوده که بزنه اینو بکشه. و بعد سنفورد پلیس تصمیم میگیره به خاطر دوستی و آشنایی که با پدرش داشته اینو آزادش کنه. خب اینا همه به نظر نمیدونم، به نظر وقتی که شما اینا رو میذارید کنار هم دیگه تصویر خیلی دردناکی رو به شما میده. ببینید اگر به این شکل بخوایم داستان رو بررسی بکنیم، خب شاید به چنین نتیجه گیری هم برسیم که خب این حکمی که در خصوص جرم زیمرمن داده شد و تبرئه کردن ناعادلانه بوده، ولی به نظر من چنین نیست. ما حتی در ویدیو بینندگان عزیز دیدن که زیمرمن چه جراحاتی برداشته بود. ساناز جان ایشون خانومش رو تهدید به قتل کردش، شما اینو میدونید که خانومش اومد شکایت کرد و ایشون با اسلحه به طرف خانومش رفت و ایشون رو تهدید به قتل کرد. ایشون آدم شروری بود و پرونده های زیادی داره آقای زیبرمن. یعنی به این نیستش که شما تصویر خونی از ایشون دیدین، ولی طبق شما اگه دادگاه رو حتما دنبال کردید و میدونید پرونده رو. من همینجوری دارم نمیگم و من صحبت هایی که میکنم بیانات و گفته های دادگاست. طبق مدارکی که اونجا داده شد توسط پزشک قانونی، توسط وکیل مدافع و توسط دادستانی، اینا که من به شما دارم میگم واقعیتی هستش که پدر ایشون در ارتباطات تنگاتنگ با پلیس بود و پارتی بازی و ایشون، و ایشون جراحتی هم نداشتش. تمام آمار نشون داد که جراحتی نبود و اصلا دلیلی نداشته. و گذشته از اون صدایی که داره داد میزنه و کمک فریاد میزنه و کمک میخواد صدای ایشون نیست. ببینید صدای ایشون بود. شما به من بگو همینجوری که شما داری به من میگی که مادر کیت سکات، یعنی you say something very rational، یه چیز داری میگی که نمیتونم باید آرگی بکنم، میگی که داری بهش میگه don't do it. خب چی رو don't do it. خب حالا به من شما بگو، یه کسی که اسلحه تو دستشه، یه کسی که اسلحه تو دستشه داد میزنه فریاد کمک میخواد، یا اون کسی که اسلحه رو دستش نیست افتاده زیر این طرف که میخواد بکشتش؟ به خاطر اینکه ایشون اسلحه داشتن، ولی آقای این پسر جوان سیاه‌پوست آقای ترایب مارتین از پشت به جورزیمنمن حمله کرده بود و ایشون در مقام دفاع از خودشون این حرکت رو کرده. That's not true, that's not what I heard in the court. این درست نیستش، به فیلم های کورتش توجه به that's not true اگر... واقعیت نداره. خب نه از پشت اصلا ایشون طبق ایشون دنبال این رفتش، تمام این اویدنس رو ادله رو زیر پا گذاشت، چنین چیزی امکان نداره. نه ایشون از پشت زیبرمن به ایشون حمله کرده از پشت، نه ترابس. ترابس داشت بهش گفتش بک آف می، یعنی طبق گفته تلفنی که داشت صحبت میکرد آخرین باری که این داشت با اون خانم صحبت میکرد که باهاش هم انترویو شد در CNN، گفتش که ولم کن، یعنی اون داره میگه ولم کن. خودش به پلیس اعتراف میکنه که من دارم دنبال این میرم، پلیس بهش میگه دنبالش نکن، don't do that. ولی دنبالش میرفتن به خاطر این که ایشون وظیفهشون بوده و در اون کامپیوتر وظیفهش نبوده عزیزم، نه به عنوان نگهبان و مراقب، نه عزیزم، نه ساناز جان وظیفهش نبوده. He was a volunteer. داوطلبانه قرار بوده که ایشون چشم و گوش اون محل باشه، به پلیس زنگ میزنه. زمانی که به پلیس زنگ میزنه، این بحثایی که من میکنم بحثایی هستش که تو دادگاه آرگومنت شده بین وکلا و دادگست و دادستانی. وقتی که این زنگ میزنه به 911 و خبر میده و پلیس بهش میگه که you stay there، همونجا بمون و دنبالش نکن، چرا دنبالش میره؟ برای اینکه همون تیپی هم که شما میبینید صداشو قبلا هم تو پرونده هاش و بعدش هم the guy is a racist himself although
مادرش اسپانیشه ولی پدرش یک سفید پوسته، نمیخوام بگم چی. شما تو دادگاه دیدیم که قیافه پدرش رو چه با چه لبخندی اونجا نشسته بود. به هر حال برنامه مدت تموم میشه. ساناز جون لذت بردم از حضورت در برنامه. I'm so proud of you. بهت افتخار میکنم. به تمام کتابایی که نوشتی. اولا که این اولین بار نیست و آخرین بار نیست که تو برنامه میخوام که در رابطه با کتابایی که نوشتی با هم بحث بکنیم. بعدن بیای تو برنامه من. یه مقدار با هم اینجا جنگ و جدل کردیم که یه ذره برنامه داغ شه. ولی خب بود. باز هم من در آخر میگم به نظر من کیس جورج زیمرمن جرم هیت کرایم واقعا نبوده. ما حالا در ولی ریشال پروفایلینگ بوده. ریشال پروفایلینگ بوده. درسته یا نه؟ به هر حال. ممنونم از عید و ممنون از شما دوستان نازنین که تا این ساعت با من بودید. تا هفته آینده دوشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در تلویزیون اندیشه با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. دنیای امروز برنامه‌ای از دکتر پریسا ساعد.